سرخط خبرها. بالاخره طالبان به خواسته های جهان لبیک گفتن. طالبان با تشکیل حکومت همشمول موافقند. یک نظامی پیشین در هرات زیر شکنجه طالبان جان باخت. اساکن در افغانستان و خل سلا طرح طالبان و پاکستان برای مبارزه با تی تی پی. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. یک نظامی پیشین در هرات زیر شکنجه طالبان جان باخت. منابع محلی در ولایت هرات گفتند که یک نظامی پیشین پس از بازداشت توسط طالبان زیر شکنجه این گروه جان باخته است. منابع روز شنبه 13 اُحد در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان 4 روز پیش میرویس نظامی پیشین را بازداشت کرده و پس از شکنجه زیاد کشتند. یکی از نزدیکان وی در صحبت با روزنامه 8 صبح میگوید که او توسط طالبان به قتل رسیده است. جسد میرویس روز شنبه 13 اُحد در ولایت هرات به خاک سپرده شد. گفتنی است که پس از تسلط طالبان بر کشور، این گروه همواره دست به بازداشت، شکنجه و در بسا موارد قتل نظامیان پیشین زده است. این در حال است که طالبان در آخرین مورد یک نظامی پیشین را در ولایت خوز پس از بازداشت به قتل رساندند. بالاخره طالبان به خواسته های جهان لبیک گفتند. طالبان با تشکیل حکومت همشمول موافقیم. مقام های طالبان در دیدار با توماس نماینده ویژه اتحادیه اروپا گفته که با حکومت همشمول موافقند و با استخدام افراد متخصص در حکومت موجود زمینه تحقق آن را فراهم می کنند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان در دیدار با توماس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که به تشکیل حکومت همشمول متحد هستیم و تلاش داریم افراد متخصص را در حکومت شامل کنیم. این در حال است که نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اخیراً به کابل سفر و با شمار از مقام‌های طالبان گفتگو کرده است. گفته می شود که آقای توماس در این دیدار گفته که طالبان مشورت‌های افغان‌های متخصص و مجرب خارج از حکومت را باید بشنوند. او همچنین گفته است که اتحادیه اروپا از آموزش دختران را پسران حمایت می کند و ابراز امیدواری کرده که دروازه های مراکز آموزشی برای آنها باز شود. طالبان پس از تسلط بر افغانستان حکومت یک دست متشکل از اعضای خود را تشکیل داد و شمار از گروه های قومی و زنان را از کابینه و رده های عالی دولتی اخراج کردند. در جریان پیش از 1.5 سال گذشته این گروه درخواست های جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای تشکیل حکومت فراگیر را نادیده گرفته است. از سوی دیگر طالبان دختران را از آموزش محروم و زنان را از کار در موسسات غیر دولتی منع کرده است. توماس در این دیدار گفته که اتحادیه اروپا برای کمک به افغانها در افغانستان حضور خواهد داشت. او افزوده است که اتحادیه اروپا و طالبان می تواند از طریق گفتگو برای مشکلات موجود راهی حل پیدا کند. کاردار و معاون رئیس هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در این دیدار حضور داشته است. مولوی عبدالکبیر در این دیدار گفته که اتحادیه اروپا برای تقویت بیشتر مناسبات میان این اتحادیه و طالبان نقش سودمند ایفا کند. او تاکید کرده است که این گروه به خاطر به رسمیت شناخته شدن تمام شرایط و معیارها را تکمیل کرده است. او از جامعه جهانی خواسته است که در بازسازی افغانستان سهم فعال بگیرد. اساکن در افغانستان و خل سلا طرح طالبان به پاکستان برای مبارزه با تی تی پی. مقام های طالبان در دیدار اخیر با هیئت پاکستانی به رهبری خواجه محمد آصف وزیر دفاع این کشور طرحی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن به اعضای تحریک طالبان پاکستان در نقاط مرزی افغانستان اساکن داده شده و خل سلا خواهند شد، اما به شرط که اسلام آباد هزینه این طرح را بپردازد. رسانه پاکستانی روز شنبه 13 اُحد با نقل از منابع خود گزارش داده است که طالبان و پاکستان در حال ریزنی در مورد این طرح هستند تا به همین ترتیب بر فعالیت تی تی پی نظارت و
و به موضوع حملات تروریستی فرامرزی رسیدگی کنند. بر بنیاد این گزارش، طالبان از پاکستان خواستند تا هزینه این طرح به عنوان تنها گزینه عملی برای حل معضل TTP را بپردازد. منابع به این رسانه گفتند که سفر آیت پاکستان به کابل انتقال پیام روشن به طالبان افغانستان بود، مبنی بر اینکه پاکستان دیگر به دنبال گفتگو با تحریک طالبان پاکستان نخواهد بود، زیرا این گروه از تلاش‌های صلح قبلی برای سازماندهی مجدد و هدف قرار دادن پاکستان استفاده کرده است. در همین حال گفته شده است در صورتی که پس از ارجاعی این طرح تحریک طالبان پاکستان به حملات تروریستی فرامرزی علیه این کشور ادامه دهد، ممکن است اسلام آباد به گزینه‌های دیگر از جمله به اعمال سیاست تعقیب و گریز متوسل شود. با این حال توافق نهایی در مورد این طرح که بهترین رای حل احتمالی موجود برای مقابله با تهدید TTP خوانده شده صورت نگرفته است. این رسانه پاکستانی ادعا کرده است که در حال حاضر دست کم 12,000 جنگجوی TTP در خاک افغانستان حضور دارند. طالبان تا اکنون در مورد این گزارش چیزی نگفتند. گفتنی است که ادعا می شود آیت پاکستان در سفر هفته گذشته به افغانستان شواهد را بر حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغانستان ارائه کرده است. طالبان دفتر ولایتی حقوق بشر در بدخشان را به مدرسه تبدیل کردند. منابع محلی در ولایت بدخشان گفتند که طالبان دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در این ولایت را به مدرسه دینی تبدیل کردند. منابع محلی گفتند که طالبان روز شنبه 13 اوت این دفتر را طی یک مراسم ویژه به مدرسه دینی برای دختران تبدیل کردند. ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان نام مدرسه خود را در دفتر حقوق بشر را مدرسه ام المؤمنین عایشه صدیقه گذاشتند. قرار است در این مدرسه 500 دانش آموز دختر آموزش های دینی فرا بگیرد. گفتنی است که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان این گروه چندین نهاد از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر را ملغا اعلام کرده است. این مدرسه دخترانه در حال افتتاح می شود که گروه طالبان مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران بستند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.